بازداشت غیرقانونی و وضعیت مبهم عالیه مطلب‌زاده سعید خضوعی و فرید مرادخانی، سه زن زندانی در جمهوری اسلامی، سبب طرح اعتراض‌های جداگانه علیه مقام‌های قضایی و امنیتی در ایران شده. گفتگو می‌کنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، خانم مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با انتشار نامه‌ای از زندان قرچک ورامین شرحی از چگونگی بازداشت اخیر خودش داده و اون رو غیرقانونی و نشانه‌ای از تسلط نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه دونسته. آیا قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه شده؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، قطعاً چنین هست. یعنی ما از دیرباز شاهد این هستیم که پیوند قوه قضاییه با دستگاه امنیتی اطلاعاتی بسیار محکم بوده و روز به روز شاهد این هستیم که استیلای دستگاه امنیتی بیشتر میشه. ما خیلی از موارد رو میبینیم که در دوران بازجویی بازجویان به متهم اعلام میکنن که چه سناریویی رو برای اونها در نظر گرفتن و چه حکمی برای اونها صادر خواهد شد. این نشان دهنده اینه که قوه قضاییه که به هیچ وجه مستقل نیست در این ارتباط، حداقل استقلال رو هم نداره حتی نسبت به در واقع دستگاه امنیتی، و این مسئله جدیدی نیست ولیکن متاسفانه در حال افزایش است. آقای نایب هاشم، نکته بعدی در مورد نحوه بازداشت متهمان و رعایت نشدن حقوق اونهاست. بخشنامه‌های مختلفی صادر شده در این مورد، حتی در همین دوران آقای محسنی اژه‌ای، اما به نظرتون چرا اراده‌ای برای اجرای اونها وجود نداره، یا اینکه اصلا قرار نیست اجرا بشن و صرفاً صدور اونها جنبه تبلیغاتی دارن؟ خب این هم در ارتباط به همون سوال قبلی از پیوند این دستگاه ها آنچنان زیاد هستش که هیچ حرکت مستقلی نمیشه صورت بگیره توسط قوه قضاییه. البته تمایل به این امر هم همینجور که باز تو سوال شما بود نیست. یعنی واقعیت اینه که از دیرباز ما شاهد این هستیم که قصد دارن، حالا چه در داخل کشور چه در خارج کشور، سفید نمایی معینی رو بکنن، به خصوص در خارج کشور محسوس. مثلا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که یک نهاد وابسته است و کلمه ستاد تداعی میکنه که در واقع یک تشکیلات نیمه نظامیه، در خارج کشور اون رو شورای عالی حقوق بشر مینامند که نام در واقع در این ارتباط بی‌مسمایی است. بسیار از موارد دیگر، بسیار از بخشنامه هایی که صادر میشه به خاطر اینکه مصرف خارجی داشته باشه، در خارج کشور بگوین مطابق مقرراتی که متعهد شدن بهش عمل میکنن، ولیکن در واقع عملا چنین نیست. در داخل کشور هم همینطور. البته صدور این بخشنامه ها میتونه کمکی باشه برای وکلا که در این ارتباط حرکتی بکنن، ولیکن خب انتظار اینه که دستاوردهای کافی داشته باشند متاسفانه نداریم. و در انتها وضعیت خانم نرگس محمدی که ایشون با مشکلات و محدودیت‌های پزشکی متعدد روبرو هستن، برامون میگین از آخرین وضعیت ایشون؟ بله، وکیل ایشون 8 روز بعد از دستگیری، یعنی در روز گذشته سه‌شنبه، در سه‌شنبه بعد از داروی اساسی و حیاتی ایشون پلاویکس که بعد از عمل استنت قلب بسیار حیاتی، و این نگرانی وجود داره که اونجا لخته تشکیل بشه و تمام کاری که کردن، اقدامی که کردن بی حاصل بمونه و حتی وضعیت بدتر بشه و حتی به سکته ایشون مبتلا بشن، به دست ایشون نرسیده و تعلل کردن. همین تعلل تا این زمان در واقع خدشه‌دار کردن اساسی ترین حق ایشون هستش که مطابق باز هم همون قواعد جهانی که عرض کردم، قواعد نلسون ماندلا، متعهد به اجرای اون هستند و متاسفانه زندانبانان نسبت به این اقدام نکردن. همه ما نگران جان ایشون هستیم و این فعال مدنی خب هیچ گناهی عملا مرتکب نشده به جز فعالیت هایی که در چارچوب های معمول در تمام جهان طبیعی هست، و خب طبیعیه که دوستان ایشون، دوستداران ایشون قطعا دست به اقداماتی در این ارتباط خواهند زد. بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید. ممنون از شما.